دست است. یه دست بیماری‌هایی هستن که پنجه دارن، یعنی از زمانی که مرزای به دنیا میاد این بیماری رو داره. یه دست بیماری ها اکرام تصمیم یا اکتصاب، یعنی مرزای که دنیا میاد که بیماری رو نداره، در طول زندگی این بیماری رو بیدام داره. بیماری هایی که اکرام تصمیم یا اکتصاب هستن مثل چه بیماری؟ فشار نارسایی قلب تصمیم، بیماری رو بکرونش یا بیماری سرانی تصمیم. اون که ممکنه عوامل ژنتیک در پیدایشی رو نقش داشته باشن، ولی موضوعی که به دنیا میاد مثل نوروپولیو نداره به آتروسکلروتیک بعدا پیدا میکنه. ولی بیماریهای کانجنیتال نارسایی موقعی که موضوع به دنیا میاد این بیماری رو دارن. به همین خاطر کانجنیتال ترکیب دو کلمه است، کان و جنیتوس، یعنی نوزاد بیماری همراه با اون نوزاد بیماری هست. حالا این بیماری ممکنه اختلال در ساختمان قلب باشه یا اختلال در عملکرد قلب باشه. هر کدوم از اینا باشه در زیر ترکیب میتونه بیماری کانجنیتال باشه. شروع بیماری های مرزوزی چقدر هست؟ هشتانه درصد، این کمتر از یک درصد. به شرط این که ما دولاس درچه نیترال و درچه افتادولتی رو بیماری مرزوزی نشون، تو دولاس درچه نیترال یه چیز شاهی بود و همینطور درچه افتادولتی شاهی. اگه این دار بیماری مرزوزی ترقی نکنیم، چون ممکنه ایش وقت آخر اون دوتا امیالیزم برفر مشکلی جمع ممکنم از بکنم. پس ما این دوتا رو میذاریم کنار، ماتران فرمات رو باید از بود ارتبار در ایش ارتبار رو میذاریم کنار و بیماری ها در نظر بگیریم خودو به یک درصد وزادانی که متولد میشن دچار بیماری مادرزدی قلبی هست. بعضی از بیماری ها در جنس مهندس شاید هست، مثل بیماری ایشتر، یا بیماری اینستی، یا بیماری پیدیه. بعضی از این بیماری ها در میل در جنس مذکر شده هستند، مثل حفظی در چیت رویه، حفظی در چیت کسویت، تنفذی شده رود بزرگ، تنگی در چه آورد، ایروتیکوارتیشن، حفظی استیفیت ها، اینا میتونن در جنس مذکر بیشتر بشن. بعضی از بیماری مبارزه دیگه هستن قلبی همراه با یه سری بیماری دیگه، یعنی نوزاد فقط این بیماری رو نداره، بلکه بیماری مبارزه دیگه ای هم غیر از بیماری قلبی ممکنه رو داشته باشه. فرض کنید این یه بچه کودکی هست که دچار بیماری مادرزادی کانجنیتاله که بیماری قلبی هم داره، چه بیماری داشته بیماری تیرویر. در بیماری تیرویر مشکلات دیگه غیر قلبی هست و مشکل قلبی هم هست، در این که گارتیشن ارتو مثلا یکی از این هست، یا ممکنه بیماری دیگه بیماری ویلیان، سندروم ویلیان که این هم یه سری ارگانهای دیگه درگیر هستن از جمله قلب درشون درگیر. از نظر ایتیولوژی چی میشه که یک نوزادی که به دنیا میاد دچار بیماری مادرزدی قلبی میشه؟ ممکنه منشأ ژنتیکی داشته باشه، یعنی ناهنجاری کروموزومی داشته باشه مثل ترانزومی ها که این سبب بشه که نوزاد بیماری قلبی بگیره. ممکنه علت محیطی داشته باشه مثل مادران دیابتیک یا مادران الکلی هستن. در این هم بیماری مادرزدی قلبی میتونه پیدا بشه، ممکنه مجموعی از ژنتیک و آموزی باشه مثل سندروم چارج. منشأ 15 درصد این بیماری ها کروموزومی ژنتیک. اگه مثلا کسی نوزادی به درصد این بیماری کانجنیتال دیزیز داره، ممکنه پدر و مادر شما سوال کنند که فرزند بعدی ما ممکنه بیماری مادرزدی داشته باشه.
گاهی اوقات جهش های جنی میتونه سبب این بشه، مثل دریستی یا بلوک ایوی یا بلوک دیلیزی بطری یا پرانکتنشه یا سنگوی لیلان سنگوی لیلان این ها سنگوی هستن که مشخص شده که بیماری جنیتیک بهشون بخواهد کنه. بعد در رزیدوی جنهای مسکول هم شناخته شده اهمیت یه حسن چیه؟ اگر شما بتونید بیماری رو بتونید بچه ژنتیک داریم میتونید با مطالعه ژنتیک و بعد اصلاح ژنتیک از بیماری در آینده جلوگیری کنید. در خاطر کسایی که ژنتیک مطالعه میکنن بررسی میکنن به دنبال این هستن ببینن که یکی از بیماریها بچه ژنتیک داره. یه سری عوامل محیطی ممکنه باعث بشه که نوزادی که به دنیا میاد بیماری مادرزادی بشه، قلبی بشه. همونطور که گفتم هستش بیماران دو دیابتی مادرانی که دیابت دارن فرزندانشون میتونن بیماری قلبی داشته باشن، یا مادرانی که در دوران بارداریشون دچار سرخجه بشن، یعنی رای دستون اگر سرخجه بگیره مادر در سه ماه اول فرزندش میتونه بیماری مادرزادی قلبی داشته باشه، یا اگر داروهایی مصرف بکنن که این داروها تراتوژن باشن حالا جدید ضرر داشته باشن. بعضی شناخته شده هستن مثل تالیدومید یا اینکه مادر اگه در بیماری مصرف الکل داشته باشن اینا میتونن باعث بیماری بشن. سندرم سرخجه مادرزادی یا رایان سیندروم در مادر در نوزاد مشکلش ایجاد بکنه، کاتاراکت میده، کرون میده، ماکروسفالی میده و بیماری قلبیش هم میتونه پیده باشه، مجرای باز شریانی باشه و تنگی دریچه شریان ریانی باشه و از بیماری قلبی بیزه. پس سندرم به سرخجه مادرزادی قلبیش روی لبقلب هست، پیده هست، تنگی دریچه ریانی شریان ریانی هست و ASD هست، غیر قلبیش ماکروسفالی و کریب و کاتاراکت و علائم دیگه. پس اگر شما این موقع کودکی دیدید با این همجوری مادرزادی دیگه سرش کوچیکه، نمیدونم چشمش مشکلی داره، گوش پایینه یا حوزه کوچیکه هست، اینا باید فکر قلب باشید یا برعکس. اگه مریض دیدید که اصلا PDA داره فکر کنید که ممکنه یه بیماری مادرزادی دیگه هم داره که اختلالات دیگه میتونه همراهش باشه. خب اینا سندرمایی که من ازش میگذارم، سندروم داون هست. مثلا سندروم داون اگه باشه که تایزومی هست، در این سندروم شما ببینید انتکولوسپتر دارید و انتکولوسپتر دیفید که حالا من دیگه راجع به دیوانه ها صحبت در ترایزومی ها مثلا ترایزومی 13-18-21 اینا میتونن بیماری های مادرزادی داشته باشن در سندروم باشن. رایلا سندروم که گفتم ماکروسفالی و کاتاراکت و پیده یا مجرای باز شریانی میتونه با اینا همزاد باشه. خب این سندروم رو من ازش میگذرم چون بعد پوتیکه دیگه برسن. مثلا نیونال سیندروم که دایه قلبش مثلا دیسپلاستیک پلمونری وال میدن هایپرتروفی کاردیومیوپاتی که اگه شما اینو دیدید باید فکر باشید که ممکنه هم سرعت دیگه هم داشته باشید. یا مثلا هولگراس سیندروم که هست و تازه رو عبور میکنم چه ها سیندروم چی کار کنیم که نوزاد پلمونریات بیماری مادرزادی قلبی نداشته. شما باید پیشگیری کنید. یکی از کارهایی که من میتونم انجام بدم اینه که در دوران بارداری عواملی که تراتوژن هستن مادر مصرف نکنید. بسیار مهمه که در دوران حامل بارداری چه داروهای مادر میتونه مصرف کنه چه داروهایی نمیتونه مصرف کنه. اینو به خاطر درست کنید که داروهایی که مضر هستن شناخته شدن، ولی معنیش نیست که داروهای دیگه مضر نیستن. اگه شما مراجعه میکنید مثلا میگید که نمیدونم کانورتین انزالین به طور مضرن، معنیش نیست که داروهای دیگه ضرر ندارن. حتی امکان بهتره که در دوران بارداری دارو مصرف نشه، ولی بعضی کاملا شناخته شدن که نباید مصرف بشه. یا اینکه مثلا اگه بخوام جلوگیری کنیم از سندروم سرخجه مادرزادی واکسیناسیون سرخجه رو باید انجام بدیم.
فاکتورهایی که میتونن باشن دیابت میتونه باشه، فامیلی هیستوری کانجنیتال دیزیز میتونه باشه که نشون دهنده اشکال ژنتیکی هست که گفتم در 15 مسیر موارد هست، مصرف الکل در مادر هست، اگر با بعضی از دهون مادر تماس داشته باشه، مصرف کنیم تالیدومید و لیتیوم و وارفارین، و اگر سرفجه بگیره و خصوص در سه‌ماهه اول میتونه پیلیه بگیره، اونایی که در ارتفاعات زندگی میکنن زمانشون مساعده برای پیلیه بگیرن و مسائل مختلف. خب حالا اگر موضوعی به دنیا بیاد، شمالی به دنیا بیاد و درمان مادر ضد قلبی داشته باشه، چه نتایج پاتولوژیکی بیماری مادر ضد قلبی میتونه در این طفل بیماری بیمار ایجاد کنه؟ اینا لیستی هستن که میتونه مشکل ساز باشه. میتونه مریض در سایر دوران قلبی بیماری یا فانچستی فاکتور بیماری ممکنه سیانوز بیماری، ممکنه هایپرتنشن بگیره، ممکنه سندرومهای زندگی بگیره، ممکنه آریتمی قلبی داشته باشه، ممکنه آنتیکاردیوواسکولار بشه که درس جلسه قبلتون یا میتونه دچار چسبی بشه. هر مورد نارسایی احتمالی قلبی کانجستی فاکتور معمولا این هم خواهد اتفاقی افتاده در اثر بیماری مادرزدی قلبی و بچه هاست. بزرگ سالا کمتر کانجستی فاکتور بیماری هم در اثر بیماری مادرزدی قلبی به خاطر اینکه داستان تا بزرگ سالی معمولا به یه صورتی حل شده. اگر کانجستی فاکتور پیدا شد، علتش میتونه اختلال در عملکرد نورونال باشه یا مشکل دریچه‌ای باشه یا آریتمی‌های باشه یا وارفارین باشه یا هایپرتالامیدیتیس باشه یا داستان باشه. دیگه از چیزایی که کانسیکوئنس و نتیجه یا بیماری کانجنیتال هست سیانوز. سیانوز یعنی کاهش درجه اشباع اکسیژن، یعنی اکسیژن خونش کاهیده. چرا ممکنه یک کسی که بیماری مادرزادی قلبی داره اکسیژن خونش کاهیده باشه؟ دو علت، یا اینکه داخل قلب خون تمیز و کثیف با هم مخلوط میشن، یعنی شنط قلبی داره که اختلاط وریدی شریانی ایجاد میکنه، یا اینکه خون کافی به ریه نمیرسه. این دو تا علت اصلی هم میتونه بوده که سیانوز داشته باشه که بیماری ریشه رو تنظیم کنه. اگر کودکی یا بیماری سیانوز داشته باشه، این سیانوز باعث هایپوکسمیا میشه. وقتی اکسیژن خون پایین باشه تحریک میکنه که اریتروپویتین از کلیه بیشتر ترشح بشه. وقتی اریتروپویتین بیشتر ترشح بشه، گلبول‌های قرمز بیشتر تولید میشن. وقتی گلبول‌های قرمز بیشتر تولید میشن، بهش گفته میشه اریتروسایتوزیس و یه مسئله باعث افزایش هموفتوپویت خون میشه. پس یکی از عوارض شناخته شده بیماری‌های سیانوزی که مادر ضد قلبی اینه که وقتی آزمایش خون انجام میکنیم هموگلوبین هموفتوپویتین نباید است. نتیجه عملیش اگر یک مریضی دیدیم سیانوتیپی بود، سیانوتیپ هارت دیزیز داشت، ولی هموگلوبین هموفتوپویتینش پایینه، این به خاطر آنمونه است. باید مراقب باشید که به طبیعی زیاد بشه. چرا زیاد میشه؟ چون اکسیژن که کمه بدن شروع میکنه به ساختن گلبول‌های زیادی که اکسیژن بیشتری به بدن میده بافتا. این حاصله هایپوکسمی است. خب اریتروسایتوزیس یا افزایش گلبول‌های قرمز مشکلاتی که ایجاد میکنه، یکی سندروم هایپرویسکوزیته ایجاد میکنه که سندروم هایپرویسکوزیته علائمش سردرد، سرگیجه هست، اگزاست، ضعف و بیماری احساس میکنه، اختلال بیداری احساس بیهستی در اندام ها سویزوزی پیش مریضای کانجنیتال به خصوص عدال که هایپوکسمیا دارن شاکی از این علائم. خود اریتروسایتوزیس میتونه باعث اختلالات هموستاتیک بشه که کلیزه میتونه ایجاد کنه، میتونه باعث ایجاد لخته بشه در بدن که میتونه خودش باعث بشه که برای سیلیه بکنه خصوص مغزی بکنه. برای این کار چه میکنیم؟ در بیماران سیانوتیکی که هموگلوبین هموفتوپویتینشون بالاست فلبوتومی انجام میدیم. فلبوتومی یعنی که ما مقداری از خون بیمار رو میریم جایگزین میکنیم با یه چیز دیگه. شما اگه پارچ داشته باشه مثل شربت آبلیمو در نظر بگیرید، داشته باشه قلیز باشه، کارش کنید
ازش پنی میکنی، آب میرسی، قیزت شو کم میکنی. مریضی هم که همون نوزش بالاست، ازش خون میگیری، دویز بنجاستی سیستی خون میگیری، ما به ازاش بهش سرم میدیم یا پلاسما میدیم، چیزی که در حقیقت مایه رو جنبازی بکنی که این هموگلوبین نباتی بیت که افزایش بده برده کار شده. هم خاطر بیماری اسکلروتیک کاری با دزدگیش رو مجبورن که فلوتون براشون انجام بشه یا فست براشون انجام بشه. خب، این تو سنتوزی سنبرز مغز رو گفتم میده. مسئله دیگه که تو نوعه کانجنیتال دیده میشه نقصه کلیه. اینا میتونن پروتئینوریا داشته باشن، نقصه بیسکلیا داشته باشن، نقصه کلیه. مشکلی دیگه ای تو بیماری کانجنیتال میتونه عوارض روماتولوژیک باشه، میتونه نمرس بگیرن، درد مفصلی بگیرن. و مسئله دیگه که تو به اتفاق میفته سیانوز و کلاویدی، یعنی تغییرات که در بستر عمومشون هست و از یک سیانوتیکا میتونن تغییر شکل انگشتها رو داشته باشن. دیگه از عوارض بیماری کانجنیتال میتونه افزایش گوشه شریان مریدیوی باشه، گوشگفته میشه، فرورتات میشه. اگه درمان بیماری مادرسگی به تأخیر بیفته، ممکن فشار شریان مریدیوی بره بالا و کلبرت تنشن اتفاق بیفته و مسئله دیگه سندروم آزمیگی رو که با هم دیگه صحبت کنیم. دیگه از عوارضی که در کانجنیتال آمیزیس میتونه باشه آریتمای قلبی هست. یعنی اینا میتونن که در اگه درمان نشن فلاتر دیریزی فرمیسون دیریزی تاکیکاردی و اتفاقی بیره کنن حتی مرگ ناگهانی در هر سنی میتونه اتفاق میفته. حالا این مرگ ناگهانی یا صدر کاردیوکیس که در بیماری کانجنیتال اتفاق میفته ممکنه بر اثر آریتمای دیسیتیا باشه. بیماری تنگی در چهارت به ایوتیک استنوزیس متاسفانه درش مردم ناگهانی دیده میشه. هایپرتروفی اوبستراتی کاردیوپاتی درش مردم ناگهانی دیده میشه. مریضی که نوروپاتریچن ایدوپاتیک داشته باشه مردم ناگهانی درش هست. کسی که سندروم ایزنمندر داشته باشه که مایوکاردایتیس باشن، کسی که بلوک بهریزیدنتی مادرزدی داشته باشن، یا کسانی که آنومالی مادرزدی شما باید میشنید که مثلا در ورزشگاه مثلا در زیر فوتبال دچار مرگ ناگهانی میشه. یه ورزشگاه مثلا این بسکتبال دچار مرگ ناگهانی میشه. تو سابقه گذشته هم معنی نداشته. از ایدنی که میتونه باعث این کار میشه که تو این فرد دچار یه بیماری کانجنیتال مادرزایی بوده که تشخیص داده نشده. فرض کنید آنومالی مادرزایی رو به کرونا داشته ولی نمیدونستی که داره. گرفت که آنوالی مادرزادی کرونر در نوزاد در نوجوانا جوانا میکنه به راحتی تا آدم مرسی نکنه تشخیص نمیده. یا همونطور گفتم از علت شرعش کجکه هایپرتروفی اوبستراتی کاردیوپاتی از علل یکی میتونه مرگ ناگهانی ایجاد کنه. دیگه از چیزایی که در بیماریهای کانجنیتال میتونه باشه آنتوکاردیت عفونی که اینا میتونن آنتیکاردی توفلی بگم به همین خاطر باید پروفلاکسی آنتیبیوتیک بکنیم در اینا قبل از دستکاری دندانی بسازیم. اگه مریض میخواد بره دندان بکشه دندان را بکنیم باید پروفلاکسی آنتیکاردی توفلی انجام بشه. شما من که آدم در رجوع آنتیکاردی توفلی کشتی میشتیم پروفلاکسی آنتیکاردی توفلی حتی به که میخواد شد این از که وقتی به طور طبیعی مثلا در دهان یه فلورا یا یه میکروب طبیعی سالس داره که دهان زندگی میکنه و این بدن عادت داره باشه، مشکلی هم نیست. و این میکروب هایی که اونجا هستن میتونه حتی نقش محافظ داشته باشن در مقابل میکروب هایی بدن. ولی وقتی شما دندان میکشید و قسمتی از این آلودگی دهانی وارد خون میشه باکتریا ایجاد میکنه، اون باکتریا تو خون داره میچرخه و میره جایی بشه یکی مرگ بره از که میره مریض روی بنتیکولاسپتال دیفکت داره میره میشه اونجایی که دیفکت هست و اون میکروب اونجا روش میکنه و آنتیکاردی توفلی اونجا ایجاد میشه و مریض مثلا درشه میتونه نوسا داره میشه. راهش اینه
ریشه به بیمار آنتیبیوتیک میدیم، مثل پدافند ضد حمله که اگر دشمن حمله کرد رو قراری بده، اگه میکروب رو انتخاب بشه این آنتیبیوتیک رو میکروب رو بکشه. بعد برای هر عضو دستگاهی یه میکروبایی هست، مثلا دهانی میکروبایی دارن، مثلا بهتر مثلا دهان آمکسیسیلی داده بشه. دستگاهی مثلا گوانش یه میکروبایی دارن که پروفلاکسی آنتیبیوتیک رو همینجا تو پرانتز میگه چیز به شما رو بگم، پروفلاکسی دیگه هم داره. خیلی از پروفلاکسی هم داره تو بیماران که پروفلاکسی دیگه هم انجام میشه. این چیه؟ اکثرا من دیدم که بچه های دکتر رو هم اشتباه ما یه پروفلاکسی هم داره صرف میداریم، یه پروفلاکسی از روماتیک فیلر داریم. پروفلاکسی و روماتیک فیلر رو هم میتفرد. این طور مریضی که بیماری کانجنیتال داره چیز بین هم پیدا بود. تو یه قسمتی گفتم سوال رو بیدیم بسیار. اگه سگمنتال اپروچ یعنی اپروچ سگمنتال یا سگمنشن. وقتی برخورد میکنیم به یه بیمار باید اینا رو مشخص کنیم، باید مشخص بکنیم که کاردیو پوزیشن کجاست، قلب کجا قرار گرفته. ممکنه کسی 40 سالش باشه 50 سالش باشه داره قلبش سمت راست باشه ندونیم، پس ما در مواجهه با مریض باید مشخص کنیم قلب سمت چپ یا سمت راست. در حقیقت یکی کارت پوزیشن که باید باید بدونیم. مطلب بعد باید وضعیت دهلیز ها رو بدونیم، بدونیم که دهلیز راست همون کجا هست، دهلیز چپ همون کجا هست. مطلب بعد باید ارتباط دهلیز ها و بطن ها بدونیم و آخرین مرحله اینه که ارتباط بطن ها و آهیت های بزرگ بدونیم. این یک کاریه که مناسب ما به طور سیستماتیک در معاینه بیمار انجام. از نظر پوزیشن قلب، قلب ممکنه سمت چپ باشه بهش گفته بشه میوکاردیوم، ممکنه وسط باشه بهش گفته بشه میزوکاردیوم، ممکنه سمت راست باشه بهش گفته بشه دیکستریوکاردیوم. این یه تست ایکس‌ری از بیماری که بیشتر قلب قرار گرفته
چه وسیله ای تشخیصی کمک میکنه؟ چستیکسوی که ازش گذاشت. از چستیکسوی خیلی راحت میتونه به جای مشخص کنه که درد کجاست. از چستیکسوی که بگذاریم اصلا که کار میکنه. قسمت یک رو شما از استرین بگذارم چون خیلی درد شما نمیخوره ولی یک کار میکنه چون خیلی ما کمک کنه. ما اگه در بیوی ساخت و ستار خوبی بگذاریم میتونی بگیم که قلب استنکاردی و ریزوکاردی و دوکاردی هست. بچه های بینمه با هایید یا نیستید؟ چی گفتم؟ یک کدوم از رو بگیم؟ آخر مکتب رو گفتن چی بود؟ جایی
که راستای توسی چند تا اصطلاح اینجاست که در آن رو بلد میشه. شما اگر اشاره قرآن تحصیل شدید رفتید به کشورتون یک گزارش اکوکارگرافی از این مرکزی دیدید، بعد این رو دیدید اینجا به سمت بیچی تو گزارش اکوکارگرافی و گزارش اکوکارگرافی برای گزاره مرکزی دیدید اینا نوشته میشه، نوشته میشه اتریال سایتوسولیتوس. اتریال سایتوسولیتوس یعنی چی؟ یعنی سایتوس بیدیدی همونجوری که باید باشه قرار بود، یعنی دهلیز راست مورفولوژیک سمت راست و دهلیز چپ مورفولوژیک سمت چپ. از این گفتیم اتریال سایتوسولیتوس یعنی ممکنه اتریال سایتوس اینورسوس باشه، یعنی دهلیز چپ مورفولوژیک اومده سمت راست، دهلیز راست مورفولوژیک سمت چپ. ممکن هم هست که ما دو تا دهلیز داشته باشیم، هر دو مورفولوژی دهلیز راست داشته باشیم یا هر دو مورفولوژی دهلیز چپ داشته باشیم. در اصل اتریال سایتوس امیگوس، خود اتریال سایتوس امیگوس تو جوریا تکسو آزمیزن هست یا لبا آزمیزن. چجوری این رو میفهمیم ازش رو برو بکنم به درد شما نبود. شما توی این تصویر که میبینید این کبد این میده است، ممکنه کبد سمت راست باشه، میده سمت چپ باشه، تحال هم اینجا باشه، یعنی احشای شکمی اون پوزیشن قراردادی که باید داشته باشن داره. به طور معمول ما دو تا ریه داریم. سوالی که دوست دارم بپرسید، یه ریه سلوبه است، یه ریه دلوبه است. یه برونش تقسیم میشه سه شاخه میشه به سه لوبه میرسه، یه برونش تقسیم به دو شاخه میشه به دو لوبه میرسه. اگر در بیمار ما ریه سلوبه هم سمت راست باشه و کبد هم سمت راست میشه، این احشا قراردادی که باید باشه قرار گرفته سمت سولیتوس
Pues sunt un sistem de a vedea. De ce parte? De ce vie? De ce dați pe voi? Cea care mi s-a auzit, dar și o etofon de mine. O de asta rostul nu se dați cea pe voi. Cu și rostul nu se duce cea pe cei și pe rostul se duce și pe cea. Păi vie, rostul se duce cea. Pascal de Oare și de Azeri din Gingea, nimic de la ce și ce avem, de la ce și de la ce și de la ce și de Calva. Ca să nu știe nici și alimă cu Dumnezeu, nu știu eu tot. Cum știe Barcaros, cum știe Barcea. Este un sistem de abadat asta încheie. Că la mamă încheie în urmă sau tăp, care ne s-au zis, dar nu știu să luăm la mers. Mă, azi, hai cu Dumnezeu, nu știu nimic de gări pe eu. Yine bir muzay bir kuda ki yani sizi de çağırıp şuna da sanatı çağır, metaf sanatı olur, ofta sanatı olur. Ve tüm efekti bu gibi bir tas kutuya kalı ve inanın denizler çoğu coşturmuş. Ve yavaş hem çoğu coşturmuş. Pas para ve tayin et. Pozisyonu kalbe gibi bir fiso. Yer o ile de muazzam şey için kalmesi var. Ve iki saat arsanız. 12 saat arsanız. نعمه قبل مزیر نیست. یعنی اگر در بیماری دو طوریه وجود داشت، یه ریه سلوه سمت راست بود، یه ریه سلوه سمت چپ بود، این بیمار یه ریه راست بود، حتما سمت راست بود، فیزیش همیشه حتما سمت چپ. برعکس، اگر در این بیماری فهمیدو که ریه سلوه سمت چپ و ریه سلوه سمت راست، دیگه سی چپ رو راست چپ عوض شد. پس با اسفیان سانتوس رو از روی ریه ها و از روی نصف گواره ایش تشخیص کنید. خب این هسته شماتی برای تنوزش شماجه هست. برونش ها که تحصیل میشن، اگر برونش ها سه شاخه بشن و کوتاه باشن، این برونش راست. یعنی ریه راست اینجاست. و اگر بلند باشن و به شاخه باشی، یعنی ریه چپ اینجاست. اگه تو چه سکسه نگاه کردی و سایی بروش رو به این شکل دیدیم این بیمار اتراسایتی سویت است و اگه در چه سکسه دیدیم که یه بروش بلند دو شاخه سمت راست اومده یه بروش کوتاه سه شاخه سمت چپ این اتراسایتی است این ورسوس به راحتی از چه سکسه میتونیم از این دیگزار رو تشخیص کنیم و اگر این دو بروش داریم که هر دو سه شاخه هم این راحت آزمونیزمه و اگه دو تا بانش هر دو شاخن دفترازو بریزن. الان این یه عکس مریضی که نگاه میکنید ببینید قلب سمت چپ لبو کار کنست. معده سمت چپ کار کنست. کبد سمت راست کار کنست. پس از روی حشو شکمی فکر میکنید اتراسایتو سویتوس. از روی بروش هم که نگاه میکنید بروش کوتاه اینجا دارید یه بروش بلند اینجا دارید. بروش کوتاه مخص شاخه سمت راسته بروش بلند مخص شاخه سمت چپه پس اتفیان سایتو سویتوسه به راحتی میتونی با چه سکسه اون قسمت اولی که پوزیشن قرار هست تشخیص بدیم اون قسمتی که مشخصه قرار میگیری گریزه هست میتونی مشخص کنیم این یه بیماری است که پوزیشن قلبش سمت راست از روی عشه شکمی میده سمت راست کنی سمت چپ از عشه شکمی سمت سی برسوس تو برونشه شم که نگاه هم کنیم ببینیم برونشه بلند داریم اینجا به سمت این طرف اومده برونشه دوتا رو کنیم پس روی یه دولوگاه هم داره روی یه سلوگاه هم این طرف پس از روی سایی برونشه هم برعکس پس این مریض تکستور کاردیا داره و سایتوس این برسوس تکستور کاردیا اینجا با من این خیلی ساخته رو دیدم. خب، اگر بیماری سایتوس اینورسوس تکتروکاردیا باشه، پس این بیانست. میتونه هیچ زایی حوالی نداشته باشه. یعنی تا آخر اونش مثلا متوجه نشه اگر باید درد قلب درد آپاندیسیت گرفت، مراجعه کرده بیمارستان، ببینم که آپاندیسیتش به جایی این طرف باشه این طرف. از سایتوس اینورسوس تکتروکاردیا میتونه زایات داخل قلبی نداشته باشه و اگر برعکس
soli su questi che fanno le vaccine, ma non mi hanno avuto una difficile da vivere per questo. Quasi da c'è anche il centro di storia, perché anche il calcio non esistono, c'è la mia vaccina, non mi sta a lasciare da me, in mezzo. Questo è un ricordo, caro Santo Rosso, la gente, a voi mi lasci, Santo Ciampano, se la faccio a voi, per la salute, in verso stesso. Da lì in mezzo è venuto. Ah, Santa Rosa è venuto. Veniamo a vedere Santa Ciano. Vieni sai tu. Suo figlio, Azizale Ascicicano, Azizale pronunciò. Pronunciò tutto Santa Rosa, pronunciò quella Santa Ciapia, la pronunciò c'è assoluto sangue. Allora la dita, la signora è solito, solito stesso di Padre. Che mi teneva una condizione della vita. Aspetta, va. No, 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 sono già venuto lì, mi dare soffre, anche un dettaglio di Santa Rosa, la tavola di Diciambò, sono lì. Oh, la sede per la voce che spaccava, che poi dice un po' che spaccava dopo che fa un gioiello di risolvere un po' che spaccava dopo che se vuoi, che la sassa è lì, non lo fa, poi vedi che la volta di risolvere un po' di risolvere un po' di risolvere un po' di Agliaccio, Davis e Ross. E parte Ross va a crescere, invece esprime un tipo di concorrenza. Anche Davis e Chat, e parte Chat va a crescere, invece esprime un tipo di concorrenza. Ma sai che quando la cosa esce, che poi davanti a lui, mi dice che sono io di concorrenza, che c'è un tipo di concorrenza, e anche Davis e Ross va a crescere. Parax, a gay man is indeed a hostage. Last day back to Chapur, and there is a Chapish last day back to our school, age for the two very scholars. In our college, the bad luck of the man is the same as the first before. Cetorino was very Chapish, and she was going to boil him very to me. My family back, Provetir, altro lavoro di Dio. Pattinerò specialmente con le maschere che va a conoscere da misurarmici dentro con la morte di un concorrenza. Ma è il mio maschere dentro con la morte di un concorrenza. Dare un po' di grafini che lo fanno male tra la morte. Quindi, devi sicciare che va in tempo il mio bisogno di sicciare il cazzo di Ciappè, che il riso di Ciappè passa le parti di Ciappè, che il riso di Rossi passa le parti di Rossi, il riso di Ciappè non concorrenza. Però chi dà il riso di Ciappè passa le parti di Ciappè, ma il riso di Ciappè passa le parti di Rossi, il riso di Ciappè non concorrenza. Il riso di Ciappè anche Santo Rossi parla di Ciappè, e il riso di Ciappè, per l'idea di se lo spesso non basta ciò che invece è il suo verso, però è il suo verso. Ma se non lo sai, passo mo'. La Cesare è tutta volta parola di Dio, faccio la parola di Dio, io penso che non ti dico concordanza, io penso che non ti dico discordanza. Anche oggi la sede e la sede pieroce di scoperta. Allora io sto alla scuola. Agli altri uomini che dice Rostis la scoperta di Batticia. La Batticia in Chapish l'asco si scende in tutto. Diciamo che non può correre, non è più questo, sì. Il macchietto di rosso con il
گلگونه در نظر بگیریم که این گلگونه قرمز را میفته از پنجره تحتانی شروع میکنه به سیمانی سیاه پوشونی که در یکانی داشته شروع کنیم به حرکت کردن و در بدن میشن یک کدومتون که احساس کارگر داریم که بریسی رو برمیشن دارید این جهت رو من رو چه مسیر رو این گلگونه تنید یک کدومتون دافتره بشید بگید تا این خستگی که بسن Thank you.
ventricular ventricular concordance tedy ta ventricular arteria discordance. Ale to muchají filmy se zdít. Muchají جهت حرکت گلوبول از اندام تحتانی تو بدن تفسیر کنید. و من ممکن گلوبولی که راه میفته کجا ها میفته. خب شما. از اون برای اینجا نه من سر جد بشید.